سلام دوستای خوبم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام با هم دیگه یه غذای بسیار ساده و راحت و خوشمزه رو درست کنیم. انتخاب امروز من خوراک سبزیجات آلمانیه. همینطور که گفتم این غذا دستور پخت خیلی ساده و آسونی داره و با کمترین مواد و کمترین هزینه درست میشه. خوراک سبزیجات آلمانی برای دوستانی که گیاهخوار هستن و یا کسانی که بیماری نقرس دارن و نمیتونن گوشت بخورن ولی براشون مهمه که حتما یه غذای خوشمزه بخورن خیلی مناسبه. در دستور این غذا من از موادی استفاده کردم مثل سیب زمینی و کره که اگر کسایی هستن که میخوان که این غذا رو به صورت رژیمی استفاده کنن میتونن با کم کردن یا حذف کردن سیب زمینی و جایگزین کردن روغن زیتون به جای کره یه غذای رژیمی خیلی خوشمزه و راحت رو برای خودشون داشته باشن. دوستان، موادی که ما احتیاج داریم برای درست کردن این غذا همونطور که تو تصویر دارید میبینید، سیب زمینی 3 عدد که من سیب زمینی ها رو با پوست کاملا تمیز شستم و اونا رو به صورت نگینی درشت خرد کردم، هویج 2 عدد که بعد از اینکه پوستشون رو گرفتم اونا رو به صورت مورب و تقریبا درشت خرد کردم، کدو 1 عدد که کدو رو هم با پوست کاملا شستم و به صورت مورب و درشت خرد کردم، فلفل دلمه رنگی از هر رنگی 1 عدد که اونا رو هم به صورت نگینی درشت خرد کردم، قارچ 200 گرم که من از قارچ تقریبا ریز استفاده کردم و از وسط نصفشون کردم، اما اگر شما از قارچ بزرگتر استفاده میکنید میتونید اونا رو به 4 قسمت تقسیم کنید، پیاز درشت 1 عدد که من پیاز رو به صورت خلالی درشت خرد کردم، سیر 5 حبه که من از وسط نصفشون کردم، گوجه فرنگی 1 عدد که ما گوجه را به صورت نگینی درشت خرد می‌کنیم و یا اینکه میتونید مثل من از این گوجه‌های ریز استفاده کنید. احتیاج داریم به آب لیمو ترش که از 1 عدد لیمو ترش استفاده می‌کنیم و 50 گرم کره که من کره رو توی مایکروفر ذوب کردم. ادویه‌ای هم که در این غذا استفاده میشه 1 قاشق چایخوری نمک و 1 قاشق چایخوری فلفل قرمز. همینطور از سبزی‌های معطر مثل شیوید، گشنیز، نعنا و آبشن استفاده می‌کنیم که از هر کدوم 2 یا 3 ساقه که اونا رو باید کاملا ریز خرد کنیم و همینطور رزماری که ما رزماری رو به صورت جداگونه استفاده می‌کنیم، یعنی رزماری رو توی سبزیامون خرد نمی‌کنیم، رزماری رو من به صورت کامل توی موادم ترکیب می‌کنم، بعد که غذا پخته شد اون رو جدا می‌کنم که خورده نشه، در از فقط برای عطرش استفاده می‌کنیم. خب دوستان، بعد از اینکه ما مواد رو کاملا شستیم و خرد کردیم، همه مواد رو توی ظرف بزرگ با هم دیگه مخلوط می‌کنیم و کاملا هم می‌زنیم، طوری که مطمئن بشیم که کره و آب لیمو و ادویه‌ها با تمام موادمون ترکیب شده. بعد از اون در ظرفمون رو می‌بندیم و حدوداً 1 ساعت این ظرف رو داخل یخچال قرار می‌دیم که موادمون مزه‌دار بشه. بعد از 1 ساعت مواد رو از یخچال در میاریم، میبینیم که این موادمون یه مقدار آب انداخته، سینی فرمون رو آماده میکنیم، اگر لازم باشه فویل میکشیم روی سینی فرمون و تمام این مواد رو توی سینی فر میریزیم به اضافه همون آبی که ته ظرفمون هست از موادمون و در طبقه وسط فر با دمای 180 تا 200 درجه به مدت 30 تا 40 دقیقه قرار میدیم تا این مواد کاملا بپزه. خب دوستان، غذای امروز ما آماده شده. من اون رو از فر خارج کردم و توی ظرف کشیدم. امیدوارم که این غذا رو درست کنید و از طعم بی‌نظیرش لذت ببرید. غذای بسیار ساده و راحتیه که مطمئنم از طعمش خوشتون میاد. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطف کنید اون رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو لایک کنید و برامون کامنت بذارید و اگر لطف کنید که ما رو سابسکرایب کنید خیلی خوشحال میشیم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.